بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. اداره اماکن متبرکه و زیارتی عراق از ادامه ساخت گنبد امامزاده حمزه غربی در استان بابل خبر داد. سید محمد مأمون الشمری تولیت امامزاده اعلام کرد که قطر گنبد 16 متر و ارتفاع آن 14 متر است. همچنین آینه‌کاری های بخش های مختلف در طرح گنجانده شده است. الشمری از تلاش ها و کمک های نیکوکاران قدردانی کرد. اتحادیه شبکه‌های شیعه در نجف اشرف از انجمن رسانه‌های حسینی آزاد تجلیل کرد. زید الغرابی الحسینی، مسئول روابط عمومی گروه کانال‌های رسانه‌ای، با اهدای لوح سپاس از نمایندگان انجمن قدردانی کرد. او بر تعهد این هیئت به حمایت از شاعر حسینی تأکید و برای رسانه‌های شیعی دعا کرد. کریم آل سید، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش عراق، از افتتاح مدارس با سیستم آموزشی لبنان خبر داد. او گفت که شمار دانش آموزان لبنانی در عراق در حال افزایش است و صدها خانواده لبنانی به این کشور مهاجرت کردند. آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان لبنانی وجود ندارد. منابع یمنی از حمله هوایی آمریکا به استان حضرموت و ترور یکی از اعضای القاعده خبر دادند. پهپاد آمریکایی به خودروی این عضو در منطقه جل القراشم حمله کرد. القاعده در برخی مناطق یمن فعال است و مقامات یمنی پیشتر از طرح‌های این سازمان برای حمله به تأسیسات خبر داده بودند. مسجد تاریخی 200 ساله در پودگور ریتسا به عنوان بزرگترین مسجد با ظرفیت 1500 نمازگزار بازگشایی شد. این مسجد شامل نمازخانه برای بانوان و زیرزمین آموزشی است. مفتی کشور مونتنگرو بر نقش آن در نشر پیام اسلام و تقویت ارتباطات اجتماعی تأکید کرد و آن را نقطه عطفی دانست. سازمان ملل و اتحادیه پزشکان سودان از حملات نیروهای شبه نظامی واکنش سریع RSF در مرکز و شرق سودان خبر دادند که منجر به کشته شدن بیش از 120 نفر شده است. این گروه همچنین اموال عمومی و خصوصی را غارت کرده است. این حملات جنایت‌های فجیع بزرگی خوانده شده و یادآور نسل‌کشی دارفور است. محققان روشی جدید برای پرورش نطفه جوجه ها بدون پوسته تخم مرغ ابداع کردند. این روش امکان مشاهده مستقیم تکامل پرنده را فراهم می کند و می تواند ابزار جدیدی برای تحقیقات در زمینه سلول های بنیادی باشد. پژوهشگران می توانند تغییرات بیولوژیکی در نطفه را به طور واقعی بررسی کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که کشت متنوع محصولات زراعی به ذخیره کربن در خاک کمک کرده و سلامت خاک را افزایش می‌دهد. خاک منبعی بزرگ برای دی‌اکسید کربن است و فرایندهایی مانند شخم زدن این گاز را آزاد می‌کند. با افزایش تنوع در کشت، اکوسیستم‌های مقاوم‌تر و سالم‌تری ایجاد می‌شود. محققان دریافتند که کشت محصولات مختلف زراعی در زمین‌های کشاورزی به ذخیره کربن در خاک کمک می‌کند. شخم‌زنی و برداشت کربن را آزاد می‌کند، اما تنوع در کشت به حفظ کربن کمک می‌کند. افزایش تنوع باعث ایجاد اکوسیستم‌های سالم‌تری می‌شود که به تغییرات بهتر پاسخ می‌دهد. محققان در بریتانیا ابزار هوش مصنوعی جدیدی به نام آیر طراحی کردند که خطر مرگ زودهنگام بیماران قلبی را پیش بینی می کند. این ابزار با استفاده از میلیون ها الکتروکاردیوگرام آموزش دیده و می تواند مشکلاتی را که پزشکان نمی بینند شناسایی کند و در 78% موارد بیماران در معرض خطر را شناسایی کند.